که های گویای مشعل تقدیم می کند کلیدر جلد دوم نوشته محمود دولت آبادی بخش هشتم شب در کوچه می چرید و سه مرد خاموش و در خود روی بالش راه میرفتند اما قدیر تا به دوام خاموشی نداشت نادلی هنوز برای او مجهول بود و قدیر نمیتوانست بیان که سر از ته و توی کار چنین کسی در بیاورد به روانی از کنارش بگذرد پرسید آشنامون چطور گزارش از این طرف افتاده شیدا شیدا جواب داد قوم از قوم خبر میگیره دیگه نادلی پسرم حساب می حساب میشه لابد خبر پیدا کرده که میخوام برای استان برم خواستگاری نادلی گفت اتفاقا همچین خبری نداشتم همینطور سرکند اومدم نمیدونم برای چی فقط اومدم شادم نمیومدم. اومدم اگه دهنه اسبم را به طرف دیگری کج کرده بودم لابد حالا جای دیگه بودم اما دهن رو رو به این طرف گرفتم و حالا اینجا هستم قدیر گفت معلوم میشه آدمای مثل من زیاد در این ولایت پیدا میشم تو نادلی خان رفیق راه نمیخوای نادلی گفت توی دکان اصلان تو امروز چیزایی میگفتی از بابت عرق همچی حال این شد چطور طالبش هستی بد نیست کار کجا هست سرقت در گز یا صدخر در گزی داشتم تموم شد این رو که دارم خودم انداختم عرق سدخر پیشش تیزابه عرق خودی یا تازه میخوای دست به کار بشی بذار سر خمرت بعدش معلوم میشه شیدا به حرف آمد و گفت حالا که نمیشه باید بعد از اینکه بندار خوابید خوش دارید جیغدادش رو بلند کنید نادلی رو به پسر دایش برگشته و با پوزخندی گفت خیلی از بندار چشم میزنی؟ شیدا کنایه نادلی را به خود گرفت و گفت آبروشو نگه میدارم نمیخوام چهره به چهرهش بشم پدری و پسری گفتن بالاخره قدیر گفت اونم هم همچون پدری فکر و ذکرش که برای پسرهای سر و سامونی فراهم کنه نه نه باب برای پسرش پدر بدی نبوده نادلی به قدیر گفت از قرار معلوم بندار با تو میانه خوبی نداره چرا؟ قدیر به تنه گفت اتفاقا خاطر منو زیاد میخواد بیش از این کاری از دستش بر نمیاد که در حق من انجام بده نادلی ناگاه پرسید راستی این ماه درویش کی باشه؟ قدیر به شیدا نگاه کرد شیدا روی گردند نادلی باز پرسید و قدیر به جواب او گفت درویشی بود که به اینجا به خونی با بندار پناه برد شوی شیروه شیرو ایلیاتیه از کلمیشیا قار گل محمده شیدا گفت خواهر همویی که بندار خیال داره من رو پیشش رایی کنه و ریزم کشی به تاقی هستم نادلی پیش خود گفت میدونم و سرتکان داد جلو در خانه خال ایستادند شیدا زنجیر در را کوفت صدای خابالوده ی زاقبدل از ته گلوی خانه برآمد شیدا گفت در باز کن خودیه زاقبدل پشت در آمد و در را گشود شیدا، قدیر و نادلی پا به خانه گذاشتند. همچنان که از پله پایین می شیدا از قربان بلوچ پرسید. زاغبدال زمدیر در را انداخت و گفت خوابیده. این سیاسوختم وقت و موقع خواب و بیداریش معلوم نیست. شیدا به درون اتاق پا گذاشت. خاله همیشه پای چراغ شیره یک شانه دراز کشیده بود و برای سید آقا تلفانچی چاق می کرده. دایی قدیر کنار دیوار نشسته و سر فرو انداخته بود. پهلوان بلخی به دیوار تکیه داده و تسبیح زرد و دروش دانه را به دست چپ می گردند. به انگوشتای کلوفت خود نگاه می کرد و زیر لب می خندید. او کلاه دستچین و عرق مرد خود را تا پشت ابروها پایین کشیده بود و تیزی موی ابرو و مجهایش در نور لامپا می درخشید. آروارهای پهلوان بلخی مثل همیشه آرام و ملایم می جنبید. پیدا بود که او دارد مویز کوهی یا جوز قندی می جود. کمتر وقتی کسی دیده بود که جیبهای پهلوان از مویز کشمش یا برگه زردالو خالی باشد. همچنین کمتر دیده می شد که آروارهای محکم و درشت او از جنبیدن وامانده باشد. شیدا بی سلام قدم به خانه گذاشت با نگاه کاونده اش دور و اطراف را پایید و چون بلوچ را ندید یک سر به پستو رفت و در گوشه ای بلوچ را بر جوالی کهنه خفته دید خواب بلوچ را به پوزه پاوزارش شکاند بلوچ نیم خیز شد و نشست پلکایش را برهم زد و پیش از اینکه مهلت پرسجو بیابد شیدا به او گفت کنه تو به خواب گذاشتی که چی؟ برخیز خودتو جمع کن بندار کارت داره بدو قربان بلوچ قد راز کرد شیدا به سوی دربند برگشت یکی از قماربازها سرش را بالا آورد و گفت پس سر بندار یه بشین فال بگیر برق تازه از شهر رسیده شیدا که تا این دم دوره قمار را حس نکرده بود رو برگرداند و گفت وقتشو ندارم باشه بر بعد از پستو پا به اتاق گذاشت و بیالتفات التفات به آنها که در خانه بودند رفت که از در بیرون برود اما پیش از اینکه پا از در بیرون بگذارد پهلوان بلخی به نیش زبان خود او را نگه داشت زیادی جوش و خروش به خرج به سر واندار مواظب به بلند پروازیات با باش یه وقت میبینی بال پرت سوخت قدیر و نادلی همچنان بیرون در میان حیات کوچک خالصنما مانده بودند قربان بلوچ در حالی که کاکل های سیاهش تا زیر کلاه جا میداد از کنار شیدا گذشت و بیرون رفت شیدا از میان چارچوب در پاپس کشید و گفت تو چرا نشیننت آتیش میگیره وقتی منو می‌بینی گو درس معلومه چرا پسر باب گلی خانه چت خدا وقتی تو بابات اون نو چیستون اصلان دم به دم پار رو دوم این و اون میذاری توقع دارید با دیدن تو گل از گل همه بهش گفه؟ شیدا به تکه روی مایهی که در کلام داشت گفت پا روی دوم این اون میذاریم یا پا روی دوم تو پهلوان بلخی گفت چه فرقی میکنه منم مثل این اون شیدا گفت دیگرون قاطی نکن دو کنو به تو نسیه نمیده اینه که میسوزی اگه وعده روز قیامت به تو نسیه میداد اون وقت عیبی نداشت که ما روی دوم دیگرون پا بذاریم نه اون وقت تو جایی نمیسوخت پهلوان بلخی گفت دارید همه جوباریکا رو با آفگیر خودتون بر میگردونید دکانداری مباشری چت خدایی پروار بندی خرید و فروش جنس زراعت گوسفندداری پس یک بارگی به بقیه مردم بگید سرشون رو بذارن و بمیرن دیگه با اون چهار جنس که به تاقچی های دکانتون چیرید اهالی رو تا گوشهاشون زیر قرض بردید با اون شندر قاسپولی که نمیدونم از چه راهایی به هم زدید اختیار همه ممرهای نون دراری رو از این اون گرفتید با اون تون مردم رو با داشتید که لال بشن اگرم یکی صدایش در بیاد آقا تان آلاجاقی رو مثل شمایل شمر به روخش میکشید خیال دارید دنیا رو بگیرید میانه مشت خودتون خوب دیگه و همه جا و همه چیز چنگ انداختید و دارید یک که تازه قلعه چمن میشید این هم چشمه آخرش چت خدایی خدا برکت بده لابد تا چند سال دیگه هم تمام این بلوک رو قبضه خواهی کرد شیدا بیان که دمی بماند گفت تا چشم هزود کور بشه همین روزا رو خوندی اما باز این رو بدون که دکان باقلی وندار به آفتابنشین آفتاب نشین نسیه نمیده اعتبار آدم آفتاب نشین باده که میره برو فکری دیگه بکن بیل دهکانی بذارو شونن پهلوان برخی گفت بیل دهقانی پیشکشه همونایی که دست به خایمالیشون مالیشون چربه من نوکر کسی نمیشم اما صابم این دکون که شما باشید تریه که قاچاق قا از سر و بلوکی به نسیه میده تا دست اون خرد و که نمیتونن نسیه بدن تو پوست جوز بذارن چطور پس شیدا گفت تا این خرد فروشی که یکیش تو باشی زانواشون از قصه بغل بگیرن و دق کنن شیدا به جواب بلخی نماند از ذهنی در گذشت و میان حیات قاطی نادلی قدیر و بلوز شد و رو به پله های در حیات به راه افتاد پهلوان بلخی در پی آنها سر از چارچوب به در بیرون کرد و گفت آه اینجا رو شیدا روی پله ها به پهلوان بلخی برگشت پهلوان بلخی دست به قاچ رانهایش برد و گفت این تخمم زانوی غم بغل میگیره و عقص اشک میریزه حالی شد حالا اون دستمال ابریشمی رو که به گردنت بیبندی بیا رو اشکاش رو پاک کن شیدان همان دو پا به کوچه گذشت پهلوان بلخی در پی او فریاد کرد اینو به پدرت هم بگو تا نشیننش علو بگیره شیدا برگشت به جد سر دعوا داشت نادلی بازیویش را گرفت و قربان بلوش دستهای خود را چون دوبال پیش سینه شیدا گشود و او را با خود برد قدیر در را بست و در کوچه کنار شیدا به افتاد و گفت اون گودرزم زبونش به اختیار خودش نیست آدم برد زبونی هستم همینطوری به در میندسه پس و پیش حرفشم ملتفت نمیشه خوب نیست که مردی با این ریش و سیویلش اینقدر بیشرم و حیا باشه اما تو هم خوب جوابش را تو کاسش گذاشتی خیلی شیرین گفتی نادلی پرسید خیلی بی هوا؟ شیدا گفت میدونم چرا زیر دنبش آتیش گرفته دخترش داره میشه مثل یه قاطر اما همینجور به خونه مونده کسی نیست بره دستشو بگیره و بیاره سر صفری عقدش بهشونه به چه امید و اعتباری نون جا هم نمیاد بخورن همین خوردینهاشون رو هم اگر بابای من به کار نزنه باید پاشون به قبله دراز کنن و بمیرن یک پیله بچه را انداخته که همشون مثل شپسیری دونه لاف میلولن حالا توش مونده که چه بکنه که شکمباش رو با چی پر کنه اینه که کاردش به استخونش رسیده و دیگه جلو زبون نمیتونه بگیره یا مدت قصابی به راه انداخت گوسفند کشت و گوشتش رو یک سیر و یک سیر میان قلعه گردوند اما کسی نخرید یا خرید و پولش نتونست بده بعد دنبال نانوایی رو گرفت زن خدا زدش رو با شکم آوستون پای تنور واداش که بام تا شام نون بپزه اونم پخت اما کی بود که نون بخره چون کار دورو که بیشتر نداره یا مردم دارن که بخورن یا ندارن اگه داشته باشن که خودشونم بلدن آردو خمیر کنن و پخت کنن و بخورن اگرم نداشته باشن که ندارن پول یا گندم چه گفته برای شبتاری باز کرد اما کاسبی مایه میخواد باید بتونی تا محصول دست میده به مشتری نسیه بدی این بود که چت شد هرچی تشمون بچاش خوردن آخر از همه زد به کار قاچاق ها فروشی هم نتونست از پیش ببره این هم با دست خالی نمیشه دست مایه میخواست که اون نداشت افخانه و بهش نسیه ندادن اعتبارش نکردن اینجا هم کنش تقی زمین خورد و گمان کرد که گناه از بابای منه بعدش اومد پیله کرد به این قدیر که شطراشون شریک پروار کنن خیال داشت رو یه جا قورت بده اما حقش نگرفت چون هم قدیر هم باباش میدونستن که پهلوان برخی ده شوی پول به کیسهش نداره اینه که حالا از همه جا رونده مونده کنج شیرکش گونه افتاده و کارش این شده که نیش و کنایه به این اون بزنه گمون میکنه این که به دیگران زخم زبون بزنه و زرد بریزه نون میشه که ببره بده اون شپشا بخورن باشه تا به بابام بگم سه چارت دخترشو یه جا از کارگاه بیرون بندازه گوز پدر قران ساخت قدیر به ظاهر میان حال گفت خوب دیگه دست خودش نیست حالا هم که بالاخره بابغالی بندار خوب هوای همچین آدمه رو داشته باشه یه روزی به دردش میخورم هرچی باشه این پلوان برخی آدم آبروداری بوده هنوزم هست پدرش با همین بابا گلا با سیاب داشتن. اما خوب روزگار دیگه زیر و بالا داره حالا هم شیدا گفت بوده هر پیرزنی رو ببینی یه روز دو تا پستون اناری زیر پیرنش می جنبیده بوده حالا چی؟ قدیر چیزی نگفت به در خانه بابولی داشتند نزدیک می شدند قدیر پا پس کشید و گفت خب دیگه من بر می گردم خونه نادلی و شیدا قدم سوز کردند قدیر گفت خب خدا نگهدار بلوچ پیشا پیش می رفت شیدا به قدیر فهماند که چشم به راه بماند قدیر گفت تا وقت برم روبرا کنم شیدا و نادلی سایه به سایه بلوچ از قدیر دور شدند قدیر یک دم ماند اما این چندان نپایید برگشت و به راه افتاد پشت در خانه خاله ایستاد خوش می داشت برود و سر حرف با پهلوان بلخی بک شایده. دور از همه موزیگری های خود با پهلوان بلخی احساس همدلی می کرده. اما با بهانه گفتگو با گودرز بلخی نمیخواست چشمش در چشم دایش بیفتد لابد باز هم همان گوشه بیخ دیوار نشسته آرنجها بر زانو تکیه داده چرت میزد و خاکستر سیگارش روی پلاس میافتاد این دایی هرچه بود با آن دراز و دیلاقش روی پنج راه رفتن و آن گردن بلند و یک لایش مخل قدیر بود خاری بود که دم به دم در چشم قدیر فرو می رفت. در هر واگرد هم او را می دید. مثل پونی که دم لانه مار بروید. شبه همگویی دنبال قدیر بود. سایه و سایه. قدیر یک لطه در حیات خال سنما را گشود. سر و شانه در آن فرو برد و صدا کرد. پهلوون بله پهلوون بله یادم بی بیرون کارت دارم پهلوان بلخی شانه های پهن و کمی خمیده گردن کوتاه و سر بزرگش را از درون چارچوب در بیرون کشند و به حیات آمد. آنجا به خمیازه اید درنگ کرد و پرسید چیگار با من داری تو؟ رفتم خودم تنها هستم دارم میرم خونه گفتم شاید تو هم بخوای بری طرف خونت از شب خیلکی رفته نه؟ پهلوان بلخی قدیر را خوب میشناخت همسایه یک کوچه بودند هر دوشان ته کوچه بلال کاردی می نشستند. خم و, چم و کار و کردار قدیر از ششمای روشن و نگاه بخته پهلوان بلخی پوشیده نبود. هم این بود که بلخی از لحن کلام قدیر توانست دریابد که او در پناه هر حرف و حرکتش نیتی پنهان دارد. اما گرگ پیر از باران که پرهیز دارد. چرا باید پهلوان بلخی از پسر کربلای خدا داد چشم بزند پس از در بیرون رفت و همراه قدیر در کوچه براه افتاد قدیر پرسید هنوز خیال داشتی اونجا بشینی؟ پهلوان گفت توفیری نمی نمیکرد چرا نایمدی تو؟ هنوز از دایید خجلی؟ قدیر گفت دست بردار تو هم تو هم شد این که بهانه گیر بیاری بادم نیش بزنی بلخی یک دو دانه مویز تعارف قدیر کرد و گفت حالا کاری به اون نداری بگو ببینم چطور شد که تو امشب یه دفعه مهرت در اومد که همراه من بری طرف خونه نکنه که سه پشت در این دیواره خروه برات کمین کرده باشن ها تو آدم چندون سربرایی نیستی قدیر تعریف کن ببینم قدیر تندانهای سپیدش را به خنده نشان داد و گفت من کجا دعوا کجا پله دو که خلق خوی منو بهتر از هر کسی میشناسی من آدم نرم و ملایمیم پلوان گفت معلومه مثل مار قدیر گفت ماری که نیشش رو به تو داده با هم خندیدند قدیر گفت اما جب سوزی میاد امشب چطور بریم خودمون رو گرم کنیم بعد نیست اگرچه شکم خالی عرق خوردم کار جوجه جوونه دست است اما بدم نیست بریم عرقایی که انداخته بودی رسیده من و تو رو کفاف میدن نون خشکیده و کمه کهنه هم دوربر خونه کربلای خداداد یافت میشه مهمون دیگه ای هم داری؟ اونا دیر وقت میرسن کیا هستن؟ کیا باشن خوبه؟ پسر بندار و همون پسر امش. همراهش بود الان ندیدیش؟ پهلوان به کنایه گفت خوب اخلاق ملایمی داری میتونی با دشمن پیاله بشی حتی میتونی اونو به خونت دعوت کنی مشکل میشه مثل تو این رو و اون رو بود قدیر باز هم به لبخندی گفت چه کنم مجبوریه شاید هم زرنگی قدیر فقط خندید پهلوان بلخی گفت من دورو میشناسم پسر خدا داد تو کلاق و گایدی که جارچی خداست. هست دونه رو بی بگو ببینم چه نقشه بر این جوونک کال داری قدیر باز هم به خنده برگزار کرد هیچی به جون هیچی این پسرمه شیدا به گمونم در بلوک یام آب و ملک داره میخوام بلکه بتونم خودم رو به دلش جا کنم شاید ببردم اونجاها و کار شغلی بهم بده مثلا پیشکارش بشم راستش همین پهلوان گفت دلت میخواد باور کنم که تو دست از لالا میکشی و از این قلعه شمن بیرون میری قدیر خود را به نشریدن زد و پرسید اما تو خیلی با توپ پر میدی به دهن این باب بلیا پشت گرمیت از کجاست پهلوان بلخی گفت حالا دیدی که دستتو خونده بودم آخه من میدونم که تو بیچشم داشت جون به اسرائیل نمیدی خب دیگه چی؟ خبر خبرچنی نیست به جون خودم قسم همینجور کنجکاف شدم حالا بی سر صدا بدیم خونه قدیر انگشت به لایه در برد زنجیر را از زلفی به در را ورد. در را گشود و آرام پا به درون خانه گذاشت از هشتی به گودال رفت و از آنجا به پشت در اتاق پدر نزدیک شد و گوش داد تا مگر صدایی بشنود صدا همان خورناسه و ناله های گهگاهی پیرمرد بود برگشت پهلوان بلخی لب گودال ایستاده بود قدیر او را به انباری برد اول خود قدم در گودی کف انباری گذاشت کبریتی کشید و فانوس را روشن کرد پس چند تکه کنده میان گودال کوچک روی هم چید. چکه نفت بر آن ریخت و به شعله کبریتی برف روختش پهلوان به کنار آتش دود آمد و سر پا گرگی نشست قدیر سفره نان را از رف پایین آورد و گرهش را باز کرد پس کوزه ای عرق و پیاله ها را آورد و گفت پیرمرد بعد بختری هوا سینه پهلو نکنه خوبه کرسی رو نزدیک زور برش آتیش کردم حالا این آتیش بسوزه برش یه خاک انداز میبرم خودت بریز پهلوان پهلوان لطه پیچ سر کوزه را گشوده و دو پیاله پر کرده قدیر پیاله ای برداشت به دست پهلوان داد و گفت به چش ببین چطوره گمونم بدک نشده باشه تا امشب سرچو باز نکرده بودم اینم نون خشک و کمه پهلوان پیاله عرق را کنار گذاشت و سفره نان را پیش کشید و گفت من اول شیکمم و سیر کنم قدیر گفت منم گرستم رودان دارن همدیگر می نیمسیر نیمه سیر شده نشده بودند که پهلوان به حرف درآمد. خب چی میخواستی بگی؟ قدیر گفت راستش دماغ من بوهایی میشنافه آه چه بوهایی؟ همین رفیقت پینه دوزه این برای چی هر یکی دو هفته یه بار سرکلش اینجا پیدا میشه ولی نه تو میپرسم که ببینم بیشتر وقتا به خونه ای تو پستخت میندازه. یعنی کسب و کاسوی کس مگه حرومه نه خب اما من بوهایی بردم از سر زدناش از اینکه سر موقع معینی سرکلش پیدا میشه نمیدونم تو چه خیال میکنی اما من گوان میکنم که همچین پین دوز و دوز خشک و خالی هم نیست این رفیقتو تو پهلوان بلخی گفت آدم از بیکاری تنبانیش رو در حاون میندازه و میکوبه تو هم به نظرم کارت به اینجا کشیده سوفری من سابق بر این پیش این اون باز بود اما روزی که رزق بچه های من کم شده دیگه نمیتونم مهمون سر سفرم بنشونم اما برای در مهمون رو به آفتاب بیخ دیوار خونم که میتونم دعوت کنم زمین خونم سابیده میشه که اون بیچاره رو روش بشینه و گیو پازار این و اون رو کوک بزنه یا چیزی از من کم میشه که کنار دستش بنشینم و چهار کلم امراش گفته شنود کنم آدم قریب اگر هم کلام نداشته باشه دلش زود میگیره قدیر پیاله عرقش را سر کشید و گفت همین جور پیش خودم خیال کرده بودم اما خوب جوری رفتی تو دهن این پسر بندار سیگار که نمیکشی نه صدای آرام و شمردی قدمهایی در حیات برآمد پهلوان بلخی خودش را جمع و جور کرد و گفت لابد مهمونات اومدم قدیر گوش به صدای پا داد و گفت فیال نمی کنم اونه زود هنوز صدای پا پیشتر آمد پشت در در به فشاری ملایم باز شد و مردی در آستانه در ایستاد عباس بود رنگ پریده قوز کرده و پوشیده در ریش و قبایی سیاه قدیر هیچ نگفت عباس به درون آمد کند و شکست سلام گفت و همانجا پای در نشست میلرزید و آب از کنج چشمهایش راه افتاده بوده با این همه قدیر به او نگفت که به آتش گودال نزدیک شود پهلوان بلخی گفت هوا زر داره بیا دم آتش بیا عبادشان آب کنج چشمهایش را به دل انگشت پاک کرد لبهای درشت و کبودش را به دندان فشرد دستهایش را از لای رانها به در آورد و گفت زیر گرسی بودم اما کرسی یخه قدیر گفت دستت میزود اگه آتش درست میکردی؟ عباسان جوابی نداد ناخوش می نمود می لرزید. سر در شانه فرو برده و قوز کرده بود از بار پیش شکستهتر شده بود روی پر آبلش تکیده تر می نمود بالهای بینیش یهگاه می پریدند. با بالهای بینی زیر چشم چپش هم می پرید. رخت و برش کسیفتر و چرکتر از پیش بود. قدیر به چشمای بیرمغ برادر خیره شد و با بیزاری آشکار پرسید چطور شد که با سرکلت پیدا شد؟ پولا تموم کردی؟ عباسشان برخواست و بی جواب همچنان پریش کرده پیش آمد و کنار آتش نشست قدیر نگاه از او برگرداند. بیزاری از برادر را قدیر پنهان نمی داشت دیدن عباسشان اگرچه برادر بود قدیر را سرد می کرد اما عباسشان خود از درون یخ بود می لرزید و می کوشید تا از برهم خوردن دندانهایش جلو گیری کند پهلوان بلخی گفت خماری ها عباسشان گفت سرما هم خوردم برام یه پیاله از همون بریزی بعد نیست پهلوان پیاله خود را به عباس جان داد عباس جان با چنگال های چرک و ناخون های بلندش پیاله را از دست پهلوان گرفت و پیش از اینکه لرزش دستهایش پیاله را بتکاند آن را به حلقش ریخت لبهایش را به هم آورد و بار دیگر آب کنج چشم ها را با سینه دست پاک کرد و آب بینیش را بالا کشید. پهلوان پیاله دیگر هم برای او پر کرد و جلو دستش گذاشت. عباسچان نیم نیمه سیگاری از ته قوطی بیرون آورد و با آتش گیراند. پاکی زد و به پهلوان تعارف کرد. پهلوان دست او را واپس زد و قدیر از عباسچان پرسید پس خانمو چطور نیوردی؟ گذاشتش اینجا نم بکشه؟ یا یعنی اینکه عباسان لحظه خاموش ماند پس چشف های یخ زده و بیجانش را به قدیر دوخت و گفت باباش نداد که بیارمش قدیر گفت تو رو. رو از رو از خیلی میباره خیال میکنی من باورم میشه این حرفا رو اصلا تو زنت کجا بود کی به تو زن میده مگه مغز خر خورده کسی که به تو زن بده در حقی شندرغز پول گیر میاری و را میفتی به طرف مشهد چهار شب اونجا میمونی کلای بیزبون و خرج جنده ها میکنی عرق میخوری و میان محله زابولی شیره میکشی بعد که تا کیسد بالا اومد کمانه میکنی رو به قلعه چمن اینجا که رسیدی باز کمین میکنی تا از کجا پولی بدزدی و باز زیرابی بزنی و رو به مشهد با اونجا تایه کاروان سره و دوربر شیر کشخونه موس موس کنی و باز به خیالت خرگی رو بردی. عباس پیاله ی عرق را از کنار آتشتان برداشت و گفت تو آلا پول تو رو که ندازدیدم شکر خدا تو ایش وقت پول نداشتی که من بدزدم قدیر زانو در زمین کوفت پیاله ی عرق را از دست عباس گرفت و گفت حالا که من پول نداشتم عرقم ندارم بدم تو برزی تو میانو شکم بعد و عرقیزو به هر گوری که میخوای برو چنگال های چرک و لرزان عباسشان در هوا ماند نگاه به پهلوان بلخی گرداند و گفت میبینی؟ میبینی چقدر ناخون خوشگه؟ چقدر کم گذشت میبینی؟ برادر با برادر همچین کاری میکنه؟ میبینی بله بود؟ من اگه داشته باشم سرم از خودم نیست اما اون میبینی؟ پهلوان پیاده را از قدیر گرفت و به عباس داد و گفت این وقت شب بخور عباس هر چی باشه شما از یک خون هستین عباس پیاده را سر کشید و قدیر قرید تو چه میدونی پهلوان اون چه من دارم میکشم هم از زیر سر همین جونه وره همش دم بدم نشست پیخ گوشه این پیرمد افلیج ورد خوند پیله کرد تا اون هر چی که داش ریزه ریزه فروخت و این مگس سمجم هر چی تونست از اون گرفت دزدید و افتاد رو به مشهد هرچه رم که اون نفروخت این دزدید و برد و به ته خیابون مشهد فروخت به نصف قیمت و خرج کیرش کرد اول که میگفت دختری که از حاجی نوغون صاحب چند تا کاربون سر رو میخواد بگیره کم کم پایین اومد تا که رسیده به دختری یه دالوندار بعدش رو دیگه خدا میدونه پهلوان بله برخی میانجی شد و گفت حالا وا گزارش به حال خود کاریش نداشته باش ناخ و شهوال می نماد. گمون می کنم تازه از را رسیده باشه براش یه پیاله دیگه بریز ها عباسون تازه رسیدی یک ساعتی میشه. در راه یخ زدم روی ماشین باری که پم بدون پار زده بود روی بار سوار شدیم سر دراهی پیاده پیادمون کرد تا بالای بار بودیم که سرمایه تیز بریدمون پایینم که اومدیم نمیتونی خودمون رو با چه ظلمی به اینجا رسوندیم وقتی رسیدیم دیگه این دست و پا از خودمون نبود هر کدومش یه تکه یخ توی چشمای من انگار درفش فرو رفته هنوز داره میسوزه در راه از زبون افتاده بودم اما اون رفیق راه هم جون سختتر بود یه جوری خودشو کشوند نمیدونم کجا رفت بیچاره قدیر گفت چه خوب بوده اونم مهمون میکردی نه که خودت زیادی نیستی شم گفت آشنایی به بود سمتار قدیر گفت که این دوزاله در خونه تنقل انداخته به علبون گفت یمون مکن قدیر گفت می میبینی چه علازاده هم هست. راستی هم کجا میتواند رفته باشد؟ به سراغ موسا؟ نه گمان مدار به حمام حمام که بسته است به مسجد در این سرما نه نه به گلخند چه معلوم که گلخندبان در برویش گشوده باشد پهلوان خود را پس کشید و به کندوی خالی تکیه داد و گفت عرقت بعد روی دمو کله پا میکنه قدیر قدیر گفت تو داری کمبانیه میشی پله بون عرق من آهک نداره میخوای برم آشنای پین دوزت رو پیدا کنم و بردارم بیارمش اینجا نه بذار هر جا اتراق کرده به خوابه لابو تالا تونسته جای گرمی بر خودش تصفا کنه منم کم کم بر میخیزم و میرم نه این رقاص سرخی مال اینجا بیاد و چشمم به چشمش بیفته امشب رو دنده چپ هستم و میترسم زهرمو و بهش بریزم نه شر به پا بشه این پدر زن کور منم تکلیف خودشو با ما یه سره نمیکنه همین حالا به خیال این بودم که داره دهنک دهنک میزنه و جون میکنه بعد وقت نه میمیره نه را میافته همینجور میونه آخر خسبیده و تکون نمیخوره خب اگه زیاد ضرر نمیکنی یه پیاله دیگه هم برام بریز تا کم و کسر نداشته باشم عرق زوری است قدیر پیاله پهلوان را پر کرد پهلوان پیاله را میان انگوشت های کلفتش گرفت و گفت به خوشی شما خالی وقت بودم چی ارق سیری نخورده بودم انشالله که یه روزی بتونم جبران کنم سر بلند باشی گوارهی وجودت پهلوان پیاله را سر کشید و برخواست من دیگه میرم حالا دمی سر کله مهمونت پیدا میشه من نباشم تو هم کمتر سر به سر عباسشون بذار برادر بزرگتر بالاخره خدا نگهدار خواهش اومدی عباس جان هم برخواست و گفت منم میرم بخوابم اگه دلت رضا میده نیم پیاله دیگه به من بده بلکه اندرونم گرم بشه پهلوان سر و شانه خماند و از در بیرون رفت عباس جان میان هشتی خود را به او رساند پهلوان بلخی ایستاد عباس جان بال نیم تنه او را گرفت و به التماس گفت تلف میشم امشب پهلوان دستم به دامنه اگه امشب یه لوبیا تلخی به من نرسه تلف میشم برام کاری بکن پهلوان گفت خجالت میکشم نبگم اما به قسم دستم به هیچ جوان نیست اگه بگی یک قرون باورت نمیشه جیبامو بگرد هیچ عباسان بال نیم تنه بلخی را رها کرد و زیر لب گفت میمیرم میرم پهلوان گفت امشب قرار پسر بندار بیاد اینجا پسر همه هم داره که مهمونشه گوش به زنگ باش بلکه بتونی میون مستی چیز ازشون بسونی و پهلوان بلخی آرام از در بیرون رفت کوچه به نظر کج می آمد نه پهلوان بلخی کمی گیج بود دورانی در کله حس میکرد، کرد. چشمایش انگار گشادتر شده بودند. قدمهایش سرپیچی می کردند. نکند این قدیر کربلای خدا داد چیزی به خورده او داده باشد. نه نه خودش هم از همان کوزه خورد. برادرش هم. دست به دیوار گرفت و دمی ایستاد. پلکایش را برهم فشرد. گشودشان و براه افتاده. نه چندان دور از پهلوان بلخی دو سیاهی نمودار شدند باید مهمان های قدیر باشند چون این بود شیدا بود و نادلی نادلی چو به سر کشیده و شیدا چوبی به دست داشت خودشان بودند بله پهلوان بی نگاهی به ایشان از کنارشان گذشت دو جوان هم پهلوان را نادیده گرفتند و از او دور شدند پهلوان بلخی نزوایشان را شنید لابد چیزی از او میگفتند نه شنیده باید میگرفت و میرفت رفت از شم کوچه نپیچیده ماند و رفتن نادلی و شیدا را نگریست آن دو درون هشتی خانه کربلای خداداد گم شدند پهلوان راه آمده را بازگشت خانش کنار خانه کربلای خدا داد بود خانه پهلوان بلخی در نداشت بی صدا به درون رفت پشت در اتاق ایستاد و انگشت به در زد زن گودرز بلخی به عادت هر شبه در رو به روی مرد گشود جولیده لاغر کشیده بالا و یک لا بود بینی تیز چانه باریک و چشمهایی چون چشم آهوی نوزاییده داشت میان زنی بود اما زایش هر ساله و کم آزوغگی از پا درش آورده بود. خود را واپس کشید تا شویش به درون راه یابد. اما پهلوان همچنان مانده بود. زن پرسید چرا این دست اون دست میکنی؟ پهلوان گفت میگن سبتار به قلع چمنه اینجا مده. زن گفت ما زود خوابیدیم شاید اومده و رفته. پهلوان گفت تو در ببنده بخواب. من میرم ببینم کجاست راستی بابا چطوره؟ همونجور یه آخر خوابیده و حرف و گپی نمیزنه غروبی برای یک کلبی آتیش بردم پهلوان بلخی واگشت و قدم به کوچه گذاشت کجا میتواند رفته باشد؟ به خانه خدا مراد که گمان ودار پس به گلخن در گلخن بسته و درونش تاریک بود گلخنبان هنوز به روشن کردن کوره حمام برنخواسته بود پهلوان از گودال بالا آمد و راه خانه بابقلی بندار پیش گرفت از حمام تا خانه بابقلی راهی نبود در خانه بندار بسته بود اما نور بالاخانه خانه از تخت بام را رو روشن می کرد پهلوان بلخی بیخ دیوار گوش ایستاد گفتگوهایی ای گنگ از خانه شنیده میشد. پهلوان رفت در را بکوبد و موسی را بخواهد اما تردید کرد این وقت شب با قلی بندار چه فکر می کرد پس از کنار دیوار به راه افتاد از چنگ دیوار پیچید و به پشت دیوار آقل رفت در پشت آقل را بندار داده بود گل گرفته بودند زیرتاقی در ستار پیندوز به کنجی در هم شکسته چون بات مزده و گوش به دیوار چسبانده بود. پهلوان بلخی خود را پنهان داشت و گوش فراداد. موسا از پشت تیغه دیوار با ستار گفتگو داشت. امشب اینجا خیلی شلوغه. نمیدونم خیال چه کارایی دارن. گمان کنم دارن خودشون رو جمع جور میکنن که برن جنس قاچاق تحویل بگیرن. از وقت بعد بابای منم امشب اینجاست. یعنی اومده منو ببینه. پس تو چی کار میکنی؟ فردا پیش از زور من باید را بیفتم هر جور تو بگی میخوایی برو خونه خدامراد یا پیش پهلوان بلخی منم یه جوری خودم رو میرسونم اونجا نه خونه خدامراد مراد تا نرفتم پیش پهلوانم رفتم اما گمونم خواب بودم میرم مسجد مسجد جای گده هاست برا در نجای ستار سلام ستار به سوی پهلوان بلخی برگشت چطور گذرت به اینجا افتاد؟ پهلوان گفت خبر اومدن تو شنیدم دنبالت میگشتم آ موسا پشت پرده قایم شدی؟ پهلوان کولبار پین دوز را از زمین برداشت روی شانه انداخت و گفت میریم خونه ما موسا خودتو برسون اونجا شب زیادم خلوت نیست چند تا اجنه دارن میان کوچا میگردم پسر اربابت یکیش از را پشت بوم بیا سر راهت خدا مراد رو هم خبر کن موسا پشت تیغه دیوار سرفه کرد و پهلوان بلخی پیشاپیش پیش ستار به راه افتاد ستار گفت شبایی زمستون هم چه طولانی پهلوان موسا پنجه در لبه دیوار انداخته بود و رفتن پهلوان و ستار را می نگریست. دو مرد دور شدند و موسا آرام از دیوار دست وا گرفت و پایین خزید. بالهای نیمتنش را روی هم گرداند و به سوی دخمش رفت و در را گشود. اما مندلو کنار کرسیچه کپان کهنه روی خود کشیده و نفیرش بلند بود. به صدای در پلکای خرابش را به هم زد و گفت برای چی صرف تو نمیذاری بخوابی؟ من فردا صبح نواد بشیری پشت کارت؟ موسا به پدر گفت تو راحت بخواب من امشب کار دارم بندار امشب کاری داره که باید براش تمشیت بدیم مگه نمیشتوی که اون پشت مینو حیات چه برو بیایی هست تو بگی بخواب کلی سربد را بیفتی کارم که تموم شد میام بخواب تو اما من دلو سر گذاشت موسا بیرون آمد و در را به روی پدر بست و آرام مثل گربه ای از بیخ دیوار به راه افتاد میان حیات قربان بلوچ اسلان بندار و نورجهان در آمده شد بودند. قربان بلوچ تنگ قاطر بندار را محکم می کرد. اصلان خرجین خالی را از دریچه دکان بیرون می آورد. نورجهان قمه اصلان را آورده بود و در خرجین جا می داد. بابولی پوستین را روی دوش انداخته بود و از دالان پایین می آمد و ماه درویش مادیانش را از کوچه به درون می با قلی به طرف قاتلش رفت و گفت گل بخور این گل محمد رو که جمازش رو با من معامله نکرد اون جماز رو هم برای همچین وقتایی میخواستم اگه اون جماز دست من بود دیگه به این همه علنگ و دلنگ اتیاج نداشتم خب ما درویش تو که مادیان خودت رو سوار میشی تو هم اصلا قاتل خودمون رو بلوچ تو هم ببین میتونی اسب سفید خواهرزادی من رو زیر ران بگیری قربان بلوش دهنه اسب نادری را به دست گرفت بندار به سوی مادیان ماه درویش رفت دستی به یال و آسخان های برامده شانه حیوان کشید و گفت مادیان از به این بردی ماه درویش آزوغه بهش نمیرسونی، حیوان داری شکسته میشه. مجبور نیستی نگهش داری وقتی که نمیتونی جواب آخورش بریزی بیا به سر آخور مالهای من آدم وقتی نمیتونه برای چارپاش آزوغه تهیه کنه از انصاف به دوره که نگشت داره نگشت داره که چی؟ که یک روزی پای آخر خالی تابون بشه و نتون از جاش بلند شه آه. البته خودت میدونی خودت بهتر میدونی با درویش خورجین روی اسبش را مرتب کرد و گفت اگه بتونم به بهار برسونمش بنداد چندان قمی ندارم مشکل همی زمستونه همه میدونن که مشکل همی زمستونه زمستون برای آدم نادار مثل دالان دوزخه حالا دلم میخواد زنده باشم و ببینم چطور خواتونستی این حیوان رو از دالان دوزخ بگذرونی راسی اصلان ها بله این برادر ارقد کدوم گری رفت چه میدونم من خودت گفتیش که نمیخواد با ما بیاد لابد اون رفته جایی که هر شب میده با بندار خشمش را زیر دندان جوید و در حالی که به دالان سر فرو میبرد گفت گفتم با شما نیاد که سر بذاره بخوابه تا صبح زود را بیفته طرف کالشور نه نا گفتم نیاد که بره پی الدنگی یا بالا ببینم بلوچ بلوچ به دنبال بندار رفت بندار چندی در پس سوی بالاخانه سرگرم جستجو شد و بعد بیرون آمد و اصله ای کار کرده از لایه پارچه بیرون آورد نگاهی بان انداخت و به بلوچ گفت این پیشتا و محض احتیاط میدم دست تو برای این که از اون دوتا خبره تری و کارکوشه هستی نمیخوام به کارش بندازی فقط محض احتیاط برای پوچگرمی همراه خودت داشته باشش میدونم که کسی کاری به کارتون نداره پیشتر خودم به همه جا رسیدم طرف معامل رو هم که میشنسی جهنخان سرحدی از بلوچه همزبون خودته بی سر و صدا امانت و تحویل میگیری را میفتی به این ماه درویش و اصلا اصلا مهلت پرچونگی نمیدی مثل خود شب کارتون رو خاموش و آروم تموم کنید و برگردید من چشم برای شما بیدار میمونم برو دیگه قربان بلوچ پیشتاب را به کمر بست از بالخانه به تخت بام آمد و پله ها را پایین دوید و با گام هایی محکمتر از پیش به سوی اسب نادلی رفت و دهنش را به دست گرفت و رو به در کوچه کشید. مادرویش و اصلا هم دنبال او مادیان و قاطر را از در بیرون بردند. بندار در چارچوب در ماند. دست به دیوار گرفت و گفت کنار هفت دوز دست علی و همراهتون مردهای بندار هر یک بر مرکب خود نشسته و رو به بیرون قلعه چمن رکاب زد بابقلی بندار تا مردهایش از چشم افتادند و در سیاهی شب گم شدند کنار در ایستاده بود پس به درون خزید در را بست و پوسینش را روی شانه ها جابجا جا کرد زنجیر در را به زلفی انداخت و رو به دالان به راه افتاد موسا رفتن اربابش را با نگاه تیز و کابنده ای پایید بابغالی بندار دمی روی تخت با میستاد و پس به بالاخانه پا گذاشت. موسا صدای برهم خوردن در را شنید و از در شکسته آقل به حیات خزید و از پناه شطرها خود را به سوی در کشانید. پای در دمی فرو نشست، درنگ کرد و گوش خواباند، صدایی نمی آمد. پس موسا برخواست، از گردن شطر بالا پیچید و خود را به روی دیوار کشاند. از دیوار به کوچه فرو لغزید و در پناه دیوار راه خانه خدامراد را پیش گرفت در خانه خدامراد کوتاه و یک بود موسی زنجیر در را آرام کوفت و منتظر مانده دم دیگر خدامراد در حالی که شالش را دور کمر بست آمد قد اش را از چارچوب در بیرون کشاند پا به کوچه گذاشت و پیش از اینکه جواب سلام موسا را بدهد گفت دیشب نوبت آب زمین ما بود تا صبح نخوابیده بودم یه دم پیشم پهلوون دستی به در زد چطور همچه بیموقع من هم نمیدونم لابد در راه گیر کرده بوده خدا مراد پرسید او کار احوال خودت چطوره خوبم خوبم راستی بگو ببینم بالاخره میتونی از این قولاملی پسر من یه استادکار قالیباف عمل بیاری یا نه کمی بیشتر تن به کار بده چرا که نمیتونم دختره پهلوان برخی که دیگه دارن کبره میشن بزرگتره بله اما کوچکتر گوش به بازی است اون میانی هم زیاد هوش نداره خدا گفت کم پیدا شدی تازگی ها فرصت نیست سالار شما که دائم به بیابونید منم که دائم میان اون سوراخی بارها خواستم سرکند کنم بیام صحرا اما مگه میشه این کار قالی بافی رو یک دم ول کرد خود کار که خیلی مسئولیت داره هیچ چل تا چشمم دائم آدم رو میپان. شبا چی؟ پیش از این بعضی شبا سراغ و حالی از ما میگرفتی اینا به سایه خودشونم هم شک میبرن میدونی که میدونم که اما نمیشه که آدم دائم سرشو بکنه زیر برف همه جا دو دستگی افتاده حالا ببینم فعلا بریم تا این دوتا جولیک پیداشون نشده از چراک در شکسته گوزفندانی پهلوان بلخی نور کمرنگی بر خاک حیات خط انداخته بود. باید آنجا باشند پهلوان بلخی در را برایشان باز کرد. موسا و خدا مراد پا به طویله گذاشتند. زمانی که بلخی قصابی میکرد چندتا چند تا پرواری را اینجا جا می داد. اما بعد از چت شدن پرواری ها پدرزن کور گودرز بلخی جای خود را در میان یکی از آخرها انداخته بود و همانجا می خوابید. حالا هم پیرمرد میان جایش دراز کشیده و سرش را به لبه آخر تکیه داده و خواب و بیدار فعل را بر هم خوابانده بود. پیرمرد همواره به همین حال بود. نه خواب و نه بیدار. دائم روی هم بودند اما او هرگز خواب نبود. کمتر روزهایی از طویل بیرون می آمد. مگر این که آفتاب جانانه ای تابیده باشد در چنان آفتابی بود که از آخور پایین می آمد آرام, آرام از در بیرون می خزید، دست به دیوار می گرفت و خود را تا بغل تا به آفتاب می رسند بیخ دیوار می نشست و تن به گرما می سپرد. چه گرمایی بیدریقی مرخا هم در آفتاب میان نخاله ها می ته طویله ستار ست پینه دوز کنار کولبارش روی تکه نمدی کهنه پای فانوس نشسته بود و به دیدن خودمراد و موسا از جایش برخواست. پیش آمد و با هم دست دادند و نشستند. خب در چه حالی برادر؟ مشغولیم آیش کش زالبندی بالاخره بیکار نمیگذرونیم. پهلوان برخی برخواست و گفت نمیدونم چرا خیالاتی شدم امشب دارم شور میزنه برم یه نگاه به دورور بندزم چایم بیارم پهلوان بلخی از در بیرون رفت و کنار گودال دمی ایستاد و گوش انداخت آسمان یخ بود ستاره ها بیش از هر شب وا رقیده بودند و هیچ صدایی نمی پهلوان بلخی می دانست که اگر کسی پشت دیوار خانه او گوشی ایستاده باشد جز قدیر نیست پس از خانه بیرون رفت و سرکی کشید کسی نبود بادار پنداری بیهوده شده بود برگشت پیش از اینکه از کوچه به خانه بپیچد صدای برهم خوردن لط در خانه کربلای خدا داد او را بر جا نگاه داشت پهلوان خود را به پناه دیوار کشاند و ماند سه مرد از خانه به در آمدند قدیر شیدا و نادلی نادلی و شیدا پیشاپیش می آمدند و قدیر از پشت سر دمی دیگر عباسیان هم در پی ایشان از در به کوچه آمد. پراکنده از هم در کوچه می پلیدند. پیدا بود که عرق خانگی منگشان کرده است. سر پاهاشان بند نبودند. به هم جفت می شدند. از هموا می شدند. شانه به دیوار می ساییدند. به کوچه پرتاب می شدند. دست در بازوی هم می انداختند. پای در پای هم می پیشندند. سکندری می رفتند. باز بر میخواستند به قهقه میخندیدند و باز به راه میشدند قدیر به راهتر از دیگران میآمد و نگاه به شیدا و نادلی داشت عباسشان مثل سگی خانگی دوربر نادلی میپلکید و موسموس میکرد حرفای شیدا و نادلی کند پاره بود عباسشان هم به همین گونه اما عباسشان بیش از یک عبارت بر زبان نداشت منم آبرودار بودم هر پاک جون مثل شماها محتاجم محتاج شدم به کسی مثل خودتون کمک کنید شیدا و نادلی گوش به التماس عباس جان نداشتند با هم در گفتگو بودند نادلی شور بیشتری به گفتن داشت او میان چخای سیاهش فتیله میشد دست در هوا تکان میداد و بیپروا میگفت من همی امشب همی امشب باید برم و این زن این شیرو رو ببینم این شیرو رو باید من ببینم اون از نمزد من از سوقی خبرایی داره او خواهر گل محمد و گل محمد آه چرا باید بگم اما میدونم که شیرو یه بارم که شده نمزد منو دیده اون باید بدونه سوقی کجا رفته باید بدونه ساقی باید به با اون چیزایی گفته باشه امشب من باید هر جوری شده برم در خونه ماه بزنم شیرو رو بیرون بکشم و چیزایی از اون بپرسم باید وادرش کنم که راستش رو به من بگه اگه راستش رو به من نگه شلاقش میزنم شلاقش میزنم شیرو میدونه که پدر من به گلوله ی کی کشته شده این رو هم باید بدونه که نومزد من کجا رفته کجا گم شده چی به سر خودش آورده شیرو این چیزا رو باید بدونه میدونه 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 می شیدا دست در بازوی پسر امش انداخت او را بر جا نگاه داشت و در حالی که نوسان اندام خود را با دستی به شانه نادلی میرفت و مهار کند گفت حرفا میزنی از دهنت بالاتر <applause> من بردم که بذارم تو این وقت شب بری و شیرو را خونش بیرون بکشی. و همون اینجا چارگوشلیه نه نه اون شیرو شیرویه اناب من دستم بوی منه نه نمیذارم کسی به اون بگه چه چشه دبروست حتی اگه ما درویشم با اون درشتی کنه دندوناشو ی... یکی یکی بر میکنم چرا صد به اینکه نه تو غریبه میفهمی چی میگم نباید نباید بدی در خونه اون انا به منه و تو از گلیمت نباید بیشتر دراز کنی نمیذارم میفهمی نادلی شانه و بازو از دست های شیدا واکند و راه افتاد شیدا بر زمین افتاد برخواست و یلن یلن در پی او رفت به شیر مادرم و آبروی پدرم نه نمیذارم خود من که مجبورم فردا از قل چمن برمم دلم نمیاد این وقت شب برم و برم و یه با دیگه ببینمش نمیرم نمیخوام به ترسونمش تو هم تو هم نادلی گفت من میرم میرم حالا میرم عباس جان بله هر باب را بیفت جلو بیفت را خونه ما درویش رو به من نشون بده اگه پول میخوای چ... چش مر شیدا فریاد کرد عباس جان بله ارباب جان گام شو از اینجا ارباب جان یه جلو بیا چرا از زیر دستم میگریزی بیا بیا موش مرده بیا این اسکناس رو بگیر بار گام شو عباسیان به نزدیک شیده آمدش شیدا دست به یقه نیم تنه او برد و به سینه دیوار کوفتش گوز پدر دیوز اگه میخوای همینجا نیمه جونتو از تو نگیرم برگرد برو خودت رو گمگور کن میرم شیدا خان میرم شیدا او رو از دیوار واکند و بر کف کوچه پرتابش داد عباسیان نقش زمین شد و به ناله و نفرین خود را بیخ دیوار کشند. قدیر بالا سر او رسید، زیر بقل هایش را گرفت و بلندش کرد، چپ و راست صورتش را به باد سیلی گرفت و رو به ته کوچه هلش داد. مازدتو گرفتی؟ خن و زیر؟ جا سرکوب هیچ چه برای من نداری؟ واره بمیر دیگه؟ عباسان سکندری رفت. قدیر مقید او نشد و برگشت. نادلی همچنان مستانه میرفت و بال چوخایش به دور پاهایش تاب میخورد شیدا به سر دوید کمر راست کرد دست به دیوار گرفت و با گامهای بلند خود را به نادلی رساند در خم کوچه چنگ در شانه نادلی انداخت و او را از رفتن باز داشت نادلی به او برگشت چه کارم داری مزلف اینجا پیت میکنم نانجیب شرف و آبرو سرت نمیشه در هم کش کشمکش کار به کتک کشید بیان که دستایشان به اختیار خود باشد همدیگر را میزدند دعوایی دنگال هر یک به سبکترین ضربه دیگری بر زمین میقلتید و به دشوار بر میخواست بار دیگر گلاویز میشدند برای قدیر دیدنی بود او کنار دیواری ایستاده بود و با حزی شیطانی به دست خود نگاه می کرد و زیر لب می گفت بزنید همدیگر دیگر و ما در قهبه ها بزنید پهلوان بلخی نیست با لبخندی زیر دندان در حالی که رو به خانهش بر می گشت و میرفت تا داستان شیرینی برای رفیقایش نقل کند زیر لب گفت بزنید هم دیگر ما در قهبه بزنید